بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نسبت به افزایش حملات نیروهای افغان به سربازان خارجی در کشور شدیداً ابراز نگرانی کرده است. او در یک نشست خبری افزود که در این مورد با مقام های ناتو و افغان گفتگو کرده است. در همین حال مقام های افغان گفتند که تدابیر استخباراتی را برای جلوگیری از انجام این گونه حملات روی دست می گیرند. این در حال است که دست کم 10 سرباز ناتو که بیشتر آنها آمریکایی بودند بر اثر حمله نیروهای افغان در 2 هفته گذشته کشته شدند. ولایت کنر بار دیگر شاهد پرتاب نزدیک به 100 راکت از خاک پاکستان بود. واصف الله واصفی سخنگوی والی کنر به تلویزیون یک گفت شب گذشته 90 فیر راکت از خاک پاکستان بالای ولسوالی دانگام ولایت کنر پرتاب شده است. با گفته او این راکت ها خسارات جانی ندارد، اما خسارات هنگفت مالی را به بار آورده است. پیش از این رئیس جمهور کرزی در دیدار با آصف علی زرداری از وی خواسته بود تا هرچه زودتر این حملات متوقف شود، اما دیده می شود که تا اکنون این حملات متوقف نشده و همچنان به صورت مقطعی ادامه دارد. در همین حال وزارت داخله هشدار می دهد که اگر حمله های موشکی پاکستان به خاک افغانستان متوقف نشود، این کار به امنیت و روابط دو کشور اثرهای منفی را بر جا خواهد گذاشت. باون سخنگوی وزارت داخله حمله های موشکی پاکستان را کار شرمانه و ناپذیرفتنی می داند و بار دیگر هشدار می دهد که اگر پاکستان جلوی این حمله ها را نگیرد، روابط میان دو کشور با بحران های سخت روبرو خواهد شد. تنش‌ها میان پاکستان و افغانستان بر سر حمله های موشکی این کشور به بخشای شرقی افغانستان از یک سال به این سو ادامه دارد. هرچند کابل بارها خواستار توقف این حمله ها از اسلام آباد شده است، اما دیده می شود که همواره این خواست کابل بی پاسخ مانده است، چیزی که واکنش های سختی را نیز در کشور بدون دال داشته است. اکنون وزارت امور داخله این کار پاکستان را بی‌شرمانه و ناپذیرفتنی می داند و باری دیگر هشدار می دهد که این کار پاکستان می تواند سبب بحران های جدی میان هر دو کشور شود. تقاضای اول ما از حکومت پاکستان و از نظامی های پاکستان اولی است که هرچه عاجل این حملات بی‌شرمانه را متوقف کنند، تا که سبب مشکلات امنیتی بعدی و همچنان میشه که بگوییم که جار جنجال بین دو حکومت افغانستان و پاکستان در آینده نشه. از اوی هم معاون سخنگوی وزارت امور داخله از آمادگی ها برای جلوگیری از حمله های موشکی پاکستان به بخشای شرقی افغانستان سخن میزند. آمادگی ها از طرف سرحدی یا از طرف پلیس سرحدی افغانستان به خصوص که مربوط به وزارت امور داخله میشه در حالت احضارات هستن، همه آمادگی ها گرفته شده، ما از اون ناحیه هیچ نگرانی نداریم. به گفته معاون سخنگوی وزارت امور داخله بخشای شرقی کشور از آغاز سال تا کنون گواه 2000 پرتاب موشک از سوی نظامیان پاکستانی بودند و پرتاب این موشک ها به بخشای شرقی کشور از سوی نظامیان پاکستان تا کنون 6 کشته به جا مانده است. و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به افغانستان آمده است تا به مقام های افغان در مورد جلوگیری از حملات نظامیان افغانستان بر نیروهای خارجی گفتگو کند. جنرال مارتین دمسی میگوید که جلوگیری از ادامه این گونه حملات در صدر گفتگوهای او با مقامهای افغانستان قرار دارد. در این میان برخی از آگاهان سیاسی بیشترین انگیزه این گونه حملات را عدم در نظر داشت سنت‌های افغانی از سوی نیروهای خارجی میدانند. این بود خبرها تا این ساعت، سپاسگزارم از همراهیتان.